ببخشید شما؟ سلام علیکم، خسته نباشین. احوال شما چطوره؟ قربان شما، این برنامه داره خوب میشه، همینجوری داره تموم که میشه دیگه. اون آخرین برنامه دیگه خوب شده دیگه. آره اینم نگم میمیرم. شما میهمان این برنامه ما رو شما اولش نداره، میهمان این برنامه ما یه جور نمایشگاه دارن. نمایشگاه اتومبیل نخیر، نمایشگاه کتاب دارن ایشون نخیر، نمایشگاه لوازم خانگی دارن نخیر، نمایشگاه بگم الان شما نشستی راحت تلویزیون تماشا میکنی، ریخته منو تحمل میکنی، ایشون زحمت میکشن، فرش بافن نخیر، موزاییک میسازن، شما رو موزاییک نشستی داری من نخیر، نمایشگاه مبل دارن ایشون. میهمان این شب امشب ما نمایشگاه مبل دارن. آقا خیلی خوش آمدین، خودتون رو معرفی کنید با صدای بلند و بفرمایید که چند سال سابقه کار دارید. به نام خدا، محمد سعید کافیشان هستم. بله. 23 سالم تو این کارم. شما بفرمایید که مبلاتون تولید خودتونه یا فقط نمایشگاه دارید؟ خدمت شما عرض می‌شود که ما کار خدماتی انجام میدیم. بله. یعنی کلاف خودمون تهیه می‌کنیم، خودمون میدیم رنگ می‌کنه. بله. خودمون روی کوبیشو انتخاب میکنیم، روی کوبیشو انتخاب میکنیم، بعد که تکمیل میشه میذاریم تو نمایشگاه. یعنی پس تولید کننده هم خودتونی؟ نمیشه گفت تولید کننده، ما تقریبا یه رابطیم بین تولید کننده. چیکار میکنه؟ ببینید کار ما مشتق میشه از چند تولید کننده دیگه. بله. مثلا کسی که کلاف میسازه، بله، هیچ موقع نمیتونه مگر کارخونه خیلی خیلی بزرگی داشته باشه. یعنی یه نفر نیست که همه این کارا رو، هر کدوم این کارا رو یه نفر انجام. بله. چرا اینقدر مبل گرون شده؟ به دلار مربوطه؟ نه خیر، خدمت شما عرض می‌شود که این یه مقدار توریست‌های خارجی که اومدن و مبلمان صادر شد. بله. بی رویه یه قیمت‌ها کشید بالا. فقط علتش اینه؟ نه، علتش تنها این نیست، علتش هم یه مقدار چوب خودمونه که به خاطر اینکه قطع جنگل‌ها و اینا قدغن هست نمیذارن. بله. مگر اینکه نهالی در جاش کاشته بشه. چوب قیمتش رفته بالا. بله، چوب رفته بالا، نتیجتاً قیمت‌ها بالا میره. خب مبلمان خونه خودتون رو چند وقت یه بار عوض میکنی؟ خدمت شما عرض کرد که من توی این مدت 23 سالی که توی این کار هستم، بله، 5 سالشو که خونه از خودم داشتم. بله. این 5 سال یه دست راحتی داشتم. بله. توی فضای 75 متری. جدیداً حالا مستأجر شدیم. بله. و یه فضای بزرگتری در اختیار داریم، یه دست مبل و نارخوری به اصطلاح آلمانی هم آوردیم. یعنی تو این 27 سال فرمودین؟ 22 سال. تو این 22 سال دو دست مبل عوض کردی؟
عوض نکردیم، اینا هست هنوز، یعنی راحتی ها رو هنوز استفاده میکنیم. بله، از اون مبلا برای خودشون ساختن ها که 60 سال عمر میکنه، واسه ما که اینجوری نمیسازن که، البته روش عوض کردیم، واسه خودشون از این مبلا میسازن که 22 ساله داره کار میکنه. خدمت شما عرض کنم که توی آپارتمان 60 متری دو دست مبل کامل گذاشتی، یه ناهارخوری 12 نفره گذاشتی، یه دست راحتی گذاشتی، بعد خدمت شما عرض کنم که دوتا از این صندلی نانویی ها، بعدم یه دست میز صندلی آشپزخونه 8 نفره، بعد هی میشینه میگه حالم نمیدونم چرا بعد دلم میگیره، بابا اینا رو بریز بره، حالا ایشون داره تو دلش به من فوش میده، ببر پس بده، برو پس بده، نمیخواد. آقا توی آپارتمان 60 متری یه دست راحتی بچین، یه میز ناهارخوری 4 نفره کوچولو هم بذار اون بغل، این نمایشگاه مبل که نداری، میخوای زندگی کنی اونجا، 2000 کیلو تیر تخته دورت ریختی دلت میگیره، خب معلومه. شما این نمایش ببینین، ما باز بیام خدمت. چرا نیومد زهره؟ میاد دیگه، موقعشه دیگه، الانا پیداشون میشه. خوبی دخترم؟ بله، رسیدم، بفرمایین. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما، حالتون چطوره؟ خوبی شما؟ خوب انشاءالله، خوب هستید؟ خیلی خیلی خوش آمدین. خوش آمدین، خانواده خوبم، سپاسگزارم. داشتیم دلواپس میشدیم. ببخشید من یه ساعتی تاخیر داشتم. بله بله، اونم تقصیر من نبود، هم آژانس دیر آمد هم که ترافیک بود خیابون. بله خب حالا اشکالی نداره، زودتر شروع کنیم. بله بریم سر اصل مطلب. موافقی دخترم؟ بله، بفرمایید شما. خوش بفرمایید. خب بفرمایید جناب علی، مدرک تحصیلیتون چیه؟ من مدرک تحصیلیم فوق دیپلمه. فوق دیپلم. بله، به سلامتی. اون وقت شما حقوق ماهیانتون در چند اندازه است؟ بد نیست، خوبه. خوبه، میتونم ازدواج کنم باهاش. بله، خونه داری؟ بله، یه 45 متری. بله، ماشین چطور؟ ماشینم دارم. داری؟ بله، یه پیکان سفت دارم. بله بله، به سلامتی. زودتر پس صحبت رو، شما کجا میخواییم بگیرین؟ چجوریه برنامه تون چی هست؟ عروسی رو هر جا شما بفرمایید، همونجا رو پدر گفتن، همونجا رو میگیم. بله، تو هتل باشی. آره دیگه، زودتر صحبت ها رو. خواهش میکنم. بله، من شما رو دیدم حال شدم. بله خب، شما چند تا مهمون دارین؟ ما خودمون 250 نفری مهمون داریم. ما هم هستیم. نه دیگه، میشه 300 تا. بله، 300 تا. پدر یکم با عجله تر. بله، یکم سریع تر. خسته نباشید، وقتتون تموم شد، بلند شید. ای بابا، بفرمایید. چرا؟ حالا آقای عزیز، گوش کنید، این مبل فروشی رو با مبلاش در طول روز به 8 تا خانواده بیشتر نمیتونم کرایه بدم. 8 تا 2 ساعت 16 ساعت وقت داره تموم میشه. وقت تموم شده. ببینید، الان 7 تا خانواده پشت در منتظره. پاشون ما خانواده بعدی رو هم کرایه‌شو حساب می‌کنیم. نمیشه تو نوبت انا، یه روزشون حروم میشه. نه دیگه، راست میگه، اومدن نمیشه. تقصیر شما بود، یه خورده دیر اومد. خب حالا بریم. یه 3 دقیقه فکر کنم. بفرمایید بیرون، خواهش می‌کنم، منتظرم. بریم تو یه مفتی. بفرمایید بیرون. بریم. فرصت نم چاره چی؟ آقا تو را بقیه صحبت‌ها رو دیگه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بفرمایید شما صحبت کنید. من در خدمت شما هستم. مشخص بکنید. خانواده بعدی بفرمایید تو بیزارت. بفرمایید. Thank you.
اسم جناب علی؟ بله. اسم جناب علی؟ شما تشریف آوردین بر تست؟ خب بله، خب معلومه. خب من سوال میکنم. خب بفهم. اسم جناب علی؟ کاناپه. متوجه نشدم. کاناپه. کاناپه. فامیلتون؟ کاناپه. هم اسمتون کاناپه هست هم فامیلتون؟ بله، خب تقریبا میشه گفت که بستگی داره. بستگی داره به چی؟ آره به بازارش بستگی داره. اگر بازار راحتی خوب باشه به من میگن راحتی، اگه بازار استیل خوب باشه به من میگن استیلی. استیلی. اگر... الان شما فقط منو کاناپه صدا بزنید. الان بازار کاناپه خوبه. الان بازار کاناپه خوبه. شما شغلتون چیه؟ کاناپه سازم. یعنی مبل سازی و اینا دارین؟ آره دیگه. آره. کاناپه بی... کاناپ... الان کاناپه میسازی؟ کاناپه میسازی. این چی آقا؟ این عوضش کنیم. چشم. برای چی تشریف آوردین اینجا؟ برای تست بازیگری دیگه. واخه معلومه دیگه، برای تست بازیگری اومدم. در ضمن می‌خواستم بگم که اینم عوض کنین. چیه این؟ نه استاندارد، نه اینجاش خوبه، نه رنگش خوبه، نه پایه‌هاش خوبه. اینو بردارین یه کاناپه بذارین اینجا که آدم وقتی میاد اینجا راحت باشه. چیه هیه این چیزاش میده تو تن آدم؟ یه دوره‌هایی هم پس به شما اصلی هم میگن نمیگن؟ اصلی شاید. بستگی به بازارش داره. بستگی به بازارش داره. دیگه چی میگن به تو؟ دیگه راحتی، استیلی، نانو، نانویی. بستگی به بازارش. بستگی به بازارش داره. یه مدت نانویی بودم ولی دیگه نیست دیگه. آره الان دیگه نانویی. اصلا دیگه تو این کار نیستی. قدیم ندیم ما نانویی خوب بود. جانه؟ هیچی. فرض بفرمایین که توی آسانسور گیر کردین. درها هم بسته شده، هیچ منفذی به بیرون وجود نداره. وای اینجور که خفه میشم که. این چه تستیه؟ چی کار کنم الان؟ خفه نشین. خب یه کاری کنین خفه نشین. نفس میکشم. خب این تا یه مدتی هوا داخل آسانسور هست دیگه، بعدش تشفی میبرین. بعدش کجا میرم؟ میرم بیرون دیگه. میرم نه هوا بعدش میمیرین اگر خدا نکنه. خدا نکنه. خدا نکنه ولی تو تست ما میمیرین. ببینید هیچ منفذی نداره. خب الان در گیر کرده بین طبقات. اینجوری نمیشه. اینجا تو آسانسور مثلا کاناپه هست من میشینم یا سر پام؟ تو آسانسور کاناپه هست؟ خب این دیگه بستگی به نظر کارگردان داره. شما میتونین کاناپه بذارین، میتونم اگه ندارین بذارین من برم. نه اجازه بفرمایید. من زنگ بزنم بگم کاناپه بیارن اینجا بذارن آدم راحت بشینه. توی چیه؟ مبل کاناپه میذارن؟ توی مبل کاناپه نمیذارن. توی آسانسور کاناپه میذارن؟ توی آسانسور میتونن بذارن، چرا نذارن؟ شما میتونین مد بکنین توی آسانسوراتون کاناپه. من میتونم براتون یه دونه خوشگلشو بسازم چهار نفریش هم. خب اگه کاناپه باشه توی آسانسور شما مشکل تنفسیتون حل میشه؟ آدم وقتی که میشینه راحت‌تر نفس میکشه. خب باز مدتی داره اون هوا تموم میشه خفه میشین بی زحمت. وای خدا نکره بعدش میمیرم دیگه. نهایتش دیگه میمیرم. خب بازی دور از جون دور از جون. الان من چیکار کنم؟ الان من نمیدونم من چیکار کنم. ببینید فکر کنید اون کاناپه تو آسانسور الان نشستین؟ آره الان نشستم. مشکلی الان ندارین؟ هیچی. الان اینجا هوا داره تموم میشه دارین میمیرین. خب چیکار کنم؟ چیکار میکنید شما؟ مردم دیگه. بله متوجه شدم. خیلی متشکرم. خدای نکرده مردم. بله.
شمارتون اینا چند تا شماره است؟ کدومش مال شماست؟ اون بالایی کارگاهه، پایینی خونمونه. کی زنگ میزنی؟ بررسی کنیم حالا خدمتتون تماس میگیرم. نه خب باید با من بررسی کنیم، من باید هماهنگ کنم که یه موقعی زنگ بزنی من باشم. من باید برنامه ریزی بکنم. ما باتون هماهنگ میکنیم، من نمیتونم بگم. وا اینجوری که نمیشه که. بعد شما چه کارین کارگردان و چی؟ و به من بگی من خونه باشم. یه دو هفته دیگه زنگ میزنیم. دو هفته دیگه. دو هفته دیگه. میخوان الان یه کاناپه به سفارش بدم بیارن بذارن اینجا. نه همین یه دونم برای شما بیارن، اینجوری معذبی. نه اینا خیلی خوبه اتفاق. خوبه. دیگه میل خودته. خیلی ممنون. برم؟ بله. دلم برای تنگ میشه. خدا. بیا. میگم کاناپه بذار گیر کرد کی. شما میزان تحصیلاتتون چیه؟ من فوق دیپلم برقم. بله. چی شد که اومدید کار مبل؟ والا من فارغ التحصیل که شدم اومدم به اصطلاح کاری بکنم که بابا رو از این کار نجات بدم. بله. چون که پدر من 47 ساله تو این کاره. بله. خودمونم مبتلا شدیم مبل فروش. بله. سعی نکنید باباتون رو نجات بدید هیچ وقت. این تجربه ایست که ایشون دارن. بفرمایید که مردم بیشتر امروزه چه مبلایی میبرن؟ والا الان مردم مبلی رو مورد استفاده قرار میدن که بتونن به نحو احسن ازش استفاده کنن. بح. سابق بر این مبل رو میذاشتن توی اتاقی و اتاق مهمون خونه. بح. درش هم میبستن، سالی یه دفعه درش رو باز میکردن. بح. ولی الان دیگه فرهنگ مبل نشینی تقریبا داره جا میفته. یعنی مبلی رو میخوان استفاده کنن که راحت باشه. بله. و نگران این هم نیستن که اگه خراب شد، چون که ما هستیم دیگه، بعدا دو مرتبه بهشون میفروشیم. هنوز کیا میان مبل استیل میخرن؟ والا مبل استیل کسی میخره که جای وسیعی داشته باشه. بله. جاشو داشته باشه، برای سالونش مثلا مبل نارخوری استیل میذاره، ولی مبل دم دستی خودش همون مبلای راحته. شما بیشتر براتون راحت بودن مبلی که میسازید مهمه یا زیباییش؟ ما خدمت شما عرض شد که جنبه زیباییش در درجه اوله، چون که مشتری نگاه اولش شرطه. حالا راحتی یا ناراحتیشو دیگه خودشون تشخیص میدن. برای همین نصف مردم ایران آرتروز دارن؟ نه خیلی، راجع مبلای ما نیست، بخاطر اینکه رو زمین میشینن. رو مبلای ایشون نیست، دسته گل ایشون. ایشون ماه گل گل. اصلا مبلای ایشون حرف، بقیه هن که مبلاشون ناراحته، ایشون که اصلا مبلاشون حرف نده. خب میفهم. رو زمین میشینن قربون. عرض کنم خدمتتون که مدل مبلو کی مد میکنه؟ مدل مبل از تو ژورنال ها هست. بله. ژورنال هایی که هست به اصطلاح سازنده ها میان ابتکار به خرج میدن، یه تغییراتی توش میدن. بله. که یا جمع و جورترش کنند یا این مثلا یعنی چی حالا؟ اینو یه دستش 3 متره، یه دستش 0.5 متره، این یعنی چی؟ والا اینو سازنده شاید خواسته مهمونای شما جلوی شما کوتاه بیان از این طرف. آه من کم آوردم. عرض کنم خدمتتون که شما رو خونه رو مبل میشینی حتما یا زمین رو بیشتر دوست داری؟ والا خدا وکیلی من جلو تلویزیون باید دراز بکشم و بالش داشته باشم. رو مبل نه. ایشون از اوناییست که برنامه ما شروع میشه خور و پفش هوا میره، برنامه ما که تمام میشه بیدارش میکنن آقا پاش برو سر جا. تخفیف هم میدین شما؟ خب این تخفیف یه سنت بین خریدار و فروشنده، باید رعایت بشه. نه اول میکشین روش بعد تخفیفش که میدین میشه همون. نه ببینید کل لجمعی قیمت گذاری که میشه. بح. ما یه مبنایی داریم، یه تعزیرات حکومتی. بح. الان اومده مثلا نرخ گذاری کرده که مثلا شما 20% سود بکشید. بله. ولی هیچ کی نمیتونه 20% سود بکشه. بله. یعنی اگه بخوام با 20% سود اتکت بذارن نمیتونن، قیمت ها سرسام آور میره بالا، نمیتونن بشون. اکثرا علمه با 10-15% سود کار رو ارائه میدن، یه 5% تخفیف، 3% تخفیف، یا اصلا تخفیف نمیدن. بله. مشتری دیگه خیلی خوشش بیاد دیگه تخفیف نمیدن. بله دست شما درد نکنه، دست قربون شکلتون. عرض کنم خدمتتون که عزیزم 2 میلیون تومن نرو قرض و قوله کن با 1000 بدبختی مبل استیل بخر. بعد مهمونی که میدی
هی چشات داره در میاد، هی نگاه میکنی که این چاییشون نکنه یه وقت کج بشه بریزه رو این. برو یه دست راحتی بخر، خودتو راحت کن. اصلا راحتی بهش میگن واسه اینکه شما راحت کنی خودتو. چایی بریزه روش، هلو بیفته روش، نمیدونم آب سیب روش بریزه، بعد میشورنش، هیچ اتفاقی هم نمیفته، روهش هم میشه عوض کرد. اگرم خراب شد یه دفعه 2,000,000 تومان هی قسط نده، هی نرو قسط. این کارا یعنی چی آخه؟ نکن این کارو. باز ایشون الان داره به من فوش میده. شما این نمایش ببینید من از دل ایشون در. آفرین جان، هر جا باشن دیگه سرکلشون الانا پیدا میشه. نگران نباش. آفرین، خبر خوشی بهت بدم. چی؟ این خواستگاری که الان میاد مفروشه، اینقدر پسر خوبی، اینقدر خوب فهم که نگو. چه جاله، حتمیه این دیگه. بابا فرمون، تو پس بابا فرمون رو نشناختی؟ چه خوب، به مبارکی. میزونی بابا فرمون؟ میزونه میزون. بگو فرمون تخت گاز برو. الان پیداشو میشه دیگه فکر کنم. سلام عرض کردم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. بنده مبل فروش هستم، اومدم برای خواستگاری آفرین خانم. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. سلام علیکم. بنده مبل فروش هستم، اومدم خواستگاری آفرین خانم. بابا فرمون نه به اون موقع که چی خواستگار نمیمن، نه به حالا که دوتا خواستگار میاد. فهیم فکر میکنم یکیش تقلبیه. فرمون، حالا دست نگه دار ببینیم بعضی کدومشون بهتره. باشه. سلام، من مبل فروش هستم، اومدم برای خواستگاری آفرین خانم. سلام. مثل گرچی مبل فروش توی دنیاست، امروز داریم میاد برای خواستگاری آفرین. ای بابا. سلام، من مبل فروش هستم، اومدم برای خواستگاری آفرین خانم. بابا فرمون، فکر کنم دیگه این دفعه به مبارکی حتمیه. میگم فرمون یه کاری بکن، از زمین و آسمون داره خواستگار میجوشه. نه بابا فرمون، یه وقت یه کاری نکنین که برن، یه کاری کنین که با تک تکشون حرف بزنین ببینین موقعیت کدومشون بهتره. بله. خب آقایون همه خواستگار مبل فروش هستن؟ بله. لطف کنین برین اونجا تو صف وایسین، من وقت بهتون بدم برای مصاحبه. تشریف ببرین اون بر لطفا. آقا شما فردا ساعت 10 صبح میان یه عکسم با خودتون میاری؟ بله. شما چند سالتونه؟ من 23 سال. فردا ساعت 12 بیاین ولیتونم با خودتون بیاری. چشم. شما معذرت میخوام، من از شهرستان اومدم، اگه میشه کار منو زودتر را بندازیم. ما فروشیتون بزرگه؟ بله بزرگه. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید شما. پس ما چی آقا؟ آقا ما چی؟ شلوغ نکنین آقا. چشم. آقا ما 2 ساعته تو صف واسیم، شما اصلا انگار ننگ ما صحبت داریم. الان با همه سلام. سلام علیکم. یکی دیگه بازم. سلام عرض کردم. شما خواستگار مفروش هستی؟ دقیقاً. بفرمایید تأسف لطفاً. کدوم صف؟ آقا کدوم صف شلوغ می‌کنید؟ آقایون دو تا کوچه بالاتر آگهی دادن تو روزنامه، خواستگار مفروش می‌خوان، علاوه بر ماشین یا آپارتمان هم روش میدن. بابا فرمون چرا اینجوری شد؟ با اینکه آگهی هم دادیم که ماشین جایزه میدیم، بازم که نشد که. بابا آفرین جان، خودتو ناراحت نکن. تو هم ناراحت نباش دیگه، دیدی که هر شده. نه بابا فرمون دیگه، یکی دوتاشون که دیگه لاغر بودن که حالا 2-3 روز دیگه چاق میشدن، فرق نمیکنه که. میبرد بخور. Thank you.
پدر جون این چه وضعشه؟ آخه اینم زندگیه که ما داریم. بله چشه؟ بگید چش نیست. شما یه سر برید خونه دوستام، اون وقت میفهمید زندگی یعنی چی. راست میگه دیگه، راست میگه دیگه. آخه ما جلو دوستامون آبرو داریم، یعنی داشتیم. حالا دیگه اصلا این حرفا چیه شماها میزنی؟ اینا به جای تشکر کردنتونه خجالت نمیکشین؟ واقعا که خیلی تشکرم داره. حالا خوب بابا این همه پول داره، دوستان منو مسخره میکنن، میگم بابات خیلی خسیسه. خسیسه؟ بله. تو خجالت نمیکشی این حرف از دهنت در میاد جلوی پدره؟ دروغ که نمیگن، دروغ که نمیگن. میگن آدم باباش 5 تا کارخونه داشته باشه، نه یکی نه دو تا، 5 تا کارخونه داشته باشه، اون وقت این وضع خونه زندگیتونه، این وضع خونه زندگیتونه. اگه نداشتین یه چیزی. غلط میخونن میگن. بس کنید دیگه. شما دو نفر چتونه؟ یک جمله که من دارید منو محاکمه میکنید. خیلی هم زندگیمون خوبه. چشه؟ خیلی خوبه. آخه به این خوبی من نمیدونم شما چرا اصلا به حرفای دوستاتون آخه اعتبار میدین انقدر. خب آخه دروغ که نمیگن. اگه دروغ بگن آدم میگه دروغ میگن، ولی چون دروغ نمیگن خب راسته دیگه. راست میگه. راست میگه. اگر قرار باشه که آبروی شما دو نفر این باشه که مثلا زلم زیموی زندگیتون زیاد بشه، نمیخواد داشته باشه. ببینید پدرتون راست میگه. دیگه هم از این به بعد نشنوم که در مورد پدرتون اینجوری قضاوت کنید. نخیر. بس کن دیگه. هر چیزی حد و اندازه بره. قربان مورد پسند بود؟ به نظرم سفت اومد. قیمتش هم مناسب نیست همچی. بله هیچ ایرادی نداره راحتی نیست. ما برای هر سلیقه‌ای یک جور مبل داریم. شما میتونید تشریف بیارید اون طرف سالن، ما در خدمتتون هستیم. فکر نمی‌کنم خانم ما مبل نیاز داشته باشیم. دقیقاً منم نظر شما رو دارم. اصلا مبل می‌خوایم چیکار؟ دیدی گفتم، دیدی گفتم. اصلا بیخود گفتیم بیاین اینجا. از اولش هم می‌دونستم. از اولش هم می‌دونستم که شما مبل بخر نیستید. ما باید با همون موکت 10 سال پیش اون بسازیم. بله 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 بله. دیگه می‌دونید. شما دارید برای ما تعیین تکلیف می‌کنی؟ نه. موکت مال 10 سال پیشم باشه. خانم شما بگید اشکالش چیه؟ می‌شورمش تمیز و پاک داریم استفاده‌اشو می‌کنیم. تموم شد. پاشید ببینم. پاشید بریم. بریم بابا. پاشید ببینم. پاشید. همیشه همه جا آروم بره. رویه صندلی پاره میکنی که چی آخه تو اتوبوس؟ یعنی چی؟ به جایی که به دور و برت نگاه کنی پاشی جاتو بدی به مسنترا، یا اینکه مطالعه کنی با تمام قوا پشت صندلی رو جر میدی، دنبال گنج میگردی اون تو، یا مریضی جان؟ برم بمیرم من؟ چشم. شما بفرمایین که دوست دارین بچه هاتون کارتون رو ادامه بدن؟ اگه خودش مایل باشه که شما مایلین؟ یعنی ایشون اونا سعی کنن شما رو نجات بدن بعد بیفتن تو همین کار؟ نه الان که پسر من کلاس اول دبستانه و خیلی تمایل داره. اول دبستان تمایل به مبلسازی داره؟ اصلا دوست داره بیاد تو مغازه کار بکنه. یعنی میاد مثلا میگه جارو بکشم، دستمال بکشم. خیلی علاقه نشون میده. میدونم بهش بکنه، میگم بکن کار بکن. اشکال نداره. نه چه اشکال داره؟ چه اشکال؟ خب شما روز تولد خانومت چی کادو میدین؟ سرویس 12 نفره نارخوری؟ مبل نمیدن. چرا؟ چی میدین کادو؟ البته خب ما الان روز تولد که خب 16 17 ساله. یعنی هیچ ربطی به مبل نداره؟ نه چرا میتونه؟ چرا ربط داشته باشه؟ خب هر کسی یه موقع پول داریم. خدمت شما از میاد یه کادو ارزنده میگیره. نداریم با یه شاخه گل. شما که معتقدین مبلاتون بهترین مبلای دنیاست. بهترین مبلای ایشون میگن مبلای من بهترین مبلای تاریخ بشره. اصلا خب شما بهترین چیزو باید هدیه بدین دیگه. خب من اگه بخوام اون کارو بکنم که باید یه سمساری هم واه بکنم دیگه. بله دیگه. یعنی هر روز یه دست مبلا. شما یه سوال میکنم راستشو بگین. شما خونه هر کی که میرید اول به مبلاش نگاه میکنین؟ خب این طبیعت دیگه. درسته. چرا قوادم چشش میفته تو کار از کی خریدم کار کیه میپرسین؟ نه نه میپرسم، کاری نداره. بعد فکر میکنین یعنی نصف مهمونی دارید به این فکر میکنین که این کار کیه،
کجاشو خراب کرده، جنس پارچش چیه، کلافشو کی زده. نه صادقانه بخوام بله همینم هست. من میدونم آخه چیزی میگم، نگاه میکنم به کامینم کار مال کیه، اینو از کجا رفته خریده، چرا سراغ ما نیومد مثلا. خب این که اصلا آزاردهنده است، مهمونی نیست که. آخه عرض کنم خدمتتون که شما سرویس مبلمان جهیزی دخترتون کامله دیگه. چلا اگه عمری باقی باشه حتما انشالله. یعنی همه مبل فروش همینطوره؟ نه بس دیگه داره که. خب طرفی که میاد جاش چجوری؟ جا داره اصلا نداره؟ خب جا نداره بخود کجا ببره بذاره؟ خب شما مثلا هر موقع نیاز داشته باشه بهش میدم. خب بحثی نداره. آقا اینجا نوشته شده که به قیمت یه دست مبل کاری نداریم. نمایشگاه داره عزیز مبل، شما رو عرض نمی کنم، شما ماهی نمایشگاه داره عزیز مبل، سازند مبل، اصلا به قیمت یه دست مبل کاری نداریم. اقلا از چوب و مصالح خوب استفاده کن. آخه جعبه میوه رو نمیشکنن بکنن مبل که. یعنی این بعد ببین ظاهرش خیلی خوشگله، تا میشینی نالش میره هوا، یه هفته بعد پف میپاشه از هم. خب این نکن این کارو، این سرمایه‌ش رو پول جور کرده داده اینو خریده. تو که میخوای پول گرون بگیری مصالح خوب استفاده کن. من حرف بعدی میزنم خدمت شما، اجازه دارم من حرف بزنم اینجا؟ البته این مسئله که شما اشاره میکنی، هیچ مغازه‌داری نمیاد با آبروی خودش بازی کنه. بله. چرا؟ برای اینکه کار ما یه کار تفننیه. بله. یعنی صف نمیبندن براش، یه قشر خاصی میان دنبالش. نتیجتاً باید کاری بدیم دست مردم که مشتریامون مبلغ ما باشن. درست. دیگرانو بکشن بیان سراغ این کار. درست. و الا اگه قرار باشه خب من مبلی بذارم تو مغازم که خودمونو قبولش ندارم. درست. هیچ موقع نمیتونم به شما توصیه بکنم اینو ببری. درست. چرا؟ در درجه اول با آبروی خودم دارم بازی میکنم. درست. یعنی همه همین فکر رو میکنن. بله. این یه چیزیه که حالا بگذاریم که الان مثلا یه مقدار خیلی دست زیاد شده. بله. یعنی بی رویه کسانی که اصلا این کار نبودن اومدن توی این کار. پس کسی نمیتونه این کارو بکنه اگرم بخواد. اگر کاسب باشه میره. نه اگر کاسب باشه که این کارو نمیکنه. والا و همیشه باید کلنگ بده تیشه بگیره دیگه. شما فرمایشتون تموم شد؟ خواهش می‌کنم. آقا جعبه میوه نبر بکن مبل. نکنید. شما این نمایش ببینید. سلام آقا. سلام قربان. خسته نباشید. خوش آمدید. روز شما بخیر. سلام آقا. حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ بفرمایید. یه مبل من می‌خواستم. یه مبل خوب، تک و صندلی از این حرفا. بفرمایید، بفرمایید. ببینید این مدل راحتی هستش. چرمش بسیار عالیه. خب. بعد خیلی فانتزی رنگ‌های مختلفش هم دارم من. حالا این زرد و سبز، آبی و قرمز چیز دیگه هم هست. بعد جنسش هم فرنگی خیلی خوبه. چند اون وقت؟ این 250 تا. تخفیف هم دارن. خب دیگه اینم هستش. نگاه بفرمایید. گردوی خالص چوبش. بعد ایرونی هستش. عالی اعلاست. دیگه دیگه. خود پارچش هم چند این؟ این 300 تا چون شما هستید قابل نداره البته. خواهش میکنم. نپسندیدید؟ قشنگه که قربان. دیگه حالا بقیه رو لطف کنید. تشریف بیارید. ببین این یه ست کامله. چوب بلوط خالصه، بعد پارچه ابریشمه و یه سری چیزای اضافی هم داره. حالا میزم باهاش هستش. بعد درزم بزرگ شما که حالا میتونید بازم بهش یه ست دیگه اضافه بکنید، سه نفره یا چهار نفره نمیدونم. خیلی راحته، خیلی شیکم هست، خیلی شکیله. چیکار کنیم بابک؟ تو چی میگی؟ نه اینم نمیخوام، خوب نیست. نه قیمتش هم عالیست. راستش من برای این بچه میخوام یه دونه، یه دونه صندلی خوب، یه دونه یا مبل خوب. من برای بچه‌ام، برای پسرم میخوام. آفرین. اینا رو نپسندیدی شما؟
نه. قشنگ بودن که عمو جون. این خوب نیست؟ نه خوشم نمیاد. خوشش خوب... نمیاد دیگه چیکار میشه؟ خب عزیزم یه نگاه بنداز ببین از چی خوشت میاد. حالا اینجا ما مبل زیاد داریم. ما بچه هست دیگه حالا بعد. این خوبه اینو. اون چیه بابا؟ اون اسباب بازی اون که نشد صندلی. خب یه چیزی باشه که بتونی روش بشینی درس بخونی. بابا من اینو میخوام. عزیزم روش بشین ببین راحت هستی؟ بشین روش. آره این خوبه. آخه شما که میخوای درس بخونی این همچین زیاد راحت نیست. این چند آقا؟ ارزون 150 تا. اینو میخوای دیگه؟ آره. نبریم خونه بگی اینو نمیخوام از رنگش خوشم نیومد و ولش کن و ببریم پس بدیم و تمومه دیگه. عزیزم مطمئنی؟ بابا رو اذیت نکنی؟ آقا کاغذ کادو هم داری؟ کاغذ کادو هم داریم. اتاق پروفتون کجاست؟ همین پشته. ببریم ببینیم اندازت هست؟ بفرمایید. رنگش بهت میاد اندازت هست بعد ببریم. اگه اندازه نبود بگید من باز هستش. نیومدین؟ نگاهی داریم بابا خود داری پذیرایی میکنن خودت که بخور. همیشه همینه ها. میوه که آوردیم شایی هم آوردیم دیگه اونو میخوای چیکار؟ نه آخه دعوت میکنه بعد خودش نمیاد. خیلی بابا بذاره بگین اگه لوسه. آبا میوه تونو بخوریم ولش کن. بله من آدمم. بخور انگور بخور انگور بخور. تو دعا کن نیاد اینا رجلمون بر میداره. نه نمیدونم تو نیومدی بعد تو میواره بخوری. سلام علیکم. خیلی شرمنده ام. این شغل گندی که ما داریم همین روزگارمونه دیگه. به همین دلیل من کلید دادم گفتم خودتون بیاید دیگه. آره آقا دست در نکنه اگه کلید ندادید ما الان پشت در منتظر. بفرمایید میوه چایی خواهش. بفرمایید تو آوردی منتظر شما بودی. چیزی برای ما نذاشتید که یخچال رو دادیم بیاریم بخوریم. جوشه جون ناراحت نباش ما خودمون دنبالش کردیم. نه انگور بخور. نمیخوام الان جون بیا دست در نکنه. چه خبر؟ سلامتی خوبی؟ چه خبر مصیبت؟ من یه ساعت منتظر شرمندم دیگه. ببخشید دیگه در خدمتم. اومدم دیگه. بخور بخور. از خودم پذیرایی کردیم دیگه. نوش جونت. بخور. چه خبر؟ انگور بخور. سلامتی. من خونت هم خیلی داره تمیز شده ها. این وسایلش رو عوض کردی؟ چشماتون خوشگل میبینه قربان. بله همه رو عوض کردم. مگه ما نمیتونیم زندگیمون رو عوض بکنیم؟ کار خوبی کردی. چرا کار خوبی کردی؟ حوصله‌مو سر برده بود قبلی. گفتیم آتشخالا رو بدیم نوشو بگیریم. مبلا رو همینجور یه رفیق دارم تو کار مبله آه. اون وادارمون کرد بچه ها 1500 از ما بابت همین چهار تا تیر تخته 1500؟ بابت این مبلا؟ بله 1,500,000. اینا رو اینجوری نبینی. چوب کار درست، روکش از بهترین نوع جنس. راست میگه ولی یه خواهشی ازه دروغ میگه از من کرد. مفروشه گفت اینو فقط باید باهاش آروم تا کنی. یه عمر مبله، یه عمر. نه درست میگه. راست میگه. حالا حالا خیلی مبلش رو نخورید تو رو. ما بابا ما راحت شده بودیم میوه میخوردیم. سون امیری اصلا همش تو فکر تو بودیم. همش گفتیم آقا جواد کو بیاد بخوره. تو فکر تو بودیم. خوام باز زندگی. الان جواد میاد اینا جلومون برمی‌داره. چی؟ ببین الان جواد میاد اینا جلومون برمی‌داره. ای بی معرفت. من یعنی من خصیصم. من که خودم بهتون کلید دادم. بخور بخور انگور بخور بخور بخور. بخوام میخوام. بخور بخور. به تو رفتی نذار. خب بخور دیگه. دیگه میرتون خوردین. رفت زحمت کنید. بریم آراس خیلی وقت. آره باشه باشه بریم. بخور بخور. بابا تایی تایی میوار در نمیاد. باشید بریم. نه دیگه بزن خودش بخوره دیگه. خب کاری نداری خدا ما اجازه نهار همینجا نه جون تو باز نهار جای قرار داری باید بریم یکو یعنی چی آخه بر صورت نبودی ما خودمونم پذیرایی کردیم از خود ما باید بریم دیگه انگور بخور بازم بابت دیر اومدنم شرمندم به زمین دیگه تو آرایش میکنم خب کاری نداری 6 ساعت پول بده این مهمونی رو کاری نداری قربونت برم شرمندم با اجازه خیلی ممنون خیلی زحمت کشیدید خیلی محبت کردید خیلی زحمت کشیدید قربان شما برای بیا قربانت خدا به ما سر بزن به سر به ما بزن ما نیش بی خدا به Thank you.
صد درود. لمگاه ادب این نشست ادب وش را در مقابل حضور انبر حضور شما مبل صفتان درون پایه مکاناب می نشینیم و مرور می کنیم ادب مبل فروش و آداب آن را. هر وقت می رسم دست و پا خسته، این مبلا قشنگ دست دسته آروم می کنن استخونسته، که مراد همان استخوان خسته است. ادب مبل فروشی یا مبل فروشی ادبی از دیرگاه مورد تفحص و تجسس اهل ادب و ادب اهل بوده و هست. اولین ادب مبلی را تک فرزند اولوغ جیمز دیوان از اهالی قسطنطنیه ارائه نمود. وی مبلی برای عمه اش روزالینا ژپتو بساخت و در داخل فنرگان آن مبل دیوانی نگاشت با این مطلع: مبلای تنطلایی تا نشینی ندانی. از آن پس بود که مبلگان ادب به منصه ظهور نشست تنساسا. استیل بچگان بخارستی بخارگانی بساختند مبلگون که از آن حرارات برمیخواست دست گرما. آنها ادبهای غیر مبله را در قالب کاغذ جمع‌آوری می‌نمودند و در آن بخارگان مبلگون خیش می‌سوزاندند. آنها کم کم به دربار لولویی سوم راه یافتند و از تجربیات ادیب مبل سازان دربار لولویی مستفاد نمودند. برقاسا در هنگامه کشاکش ایالت کبک با ولایت کپک لهستانی الاصلهایی نمایان گشتند که توانستند ادب مبلمان خود را به اقصای شامپانز لیزه ارائه دهند. گویند بعدها ادیبان نازی تبار جرمانیایی المسقط الرأس جرزن از این مبلمان در سالن‌های ادب انتظار اتاقان گاز استفاد می نمودند. زنان و مردان غیر ادیب بر این مبلمان جلوس می نمودند، ادب می آغازیدند تا با قلبی مملو از عطوفت به داخل اتاقان گاز وارد شوند و ادبشان را به سر آورند. فرفورژگرایان شیلادلشیایی گونه ای ادب مبله تولید نمودند و توانستند تا قلل ادب این خطه صعود نمایند. آنها اصلی هایی بساختند نوچگون تا ادیبان همواره با مبلمان باشند و ادب مبلی خود را چه در ادب کاخ ها و چه در ادب حلبیزارها استفاده نموده تا همواره قریحه ادب نمونشان نمود نماید نمود ناک. اما هیچ کس نمی تواند مکان مبلل مکان اوناسیس روی کوب اسپهانیایی را بگیرد. او یک سر بر ادب خود می نشست و پی در پی می خواند: افاده هم طبق طبق، مبلا به دورم دق و دق. دورگوانی چند در آمادگان پخش به سر می برند، به گوش جان نیوش می کنیم. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب مبلسازی هستم ناموفق. متاسفم، شما در کدام بخش ادب مبلی کار میکنی؟ در همه بخش ها، ابرگذاری، روی کوبی، خراتی، البته کار میکردم. پس ابتدا ادب خود رو به یک سمت بگیرید و روی اون متمرکز شوید، مثل ادب روی کوبی.
روم نمیشه روی بکوبم. رویتان میشود زیره بکوبید؟ زیره هم کوبیدم، ولی چون به بوی ادویه حساسیت دارم روی کوب شدم. پس ادب خود رو به سمت ابرگذاری بگیرید. ابرگذاری من در راسته ادیب مبسازان تک و استثناست. بله، شما ابرهای مبلمان رو کی میگذارید؟ از صبح تا غروب. ابرگذاری بیشترین وقت منو میگیره. پس صبر نمایید تا ادبتان دوباره به سمت مبلسازی سوق پیدا کند. آن وقت حل است؟ بله حل است. متشکرم. سپاسگزارم. درگوی دیگر. با درود خدمت ادیب گرانقدر. مبل راحتی بودم که الان تنها و غمگینم. از چه رو راحتی جان؟ صاحبم منو تنها گذاشته. چگونه؟ مدت هاست که در کنج انباری ته باغ کنار صندلی ها و میز های فرسوده روزگار می گذرانم. هیچ به ادب مبلی شما اضافه گشته؟ خیر. آیا صاحب شما با شما ادبات را مرعا نمودند؟ بلی، از گل نازکتر روی من نمی نشاند. گمان دارم چون دیگر از ریخت افتادم مرا به انباری انداختند، وگرنه همچنان راحتم. بلی، پس خیالتان راحت به شما گزندی نمی رسد. شما بعد از اتمام این گاه دورگو بنمایید تا با صاحبتان درباره انتقال شما سخن برانم. متشکرم. سپاسگزارم. و اما واژگان گزیده این مقال. زین پس به جای واژه غریب و بیگانه مبل بفرمایید فنردرون. دیگر واژه گزیده این گاه به جای واژه غریب و مهجور مبلمان زین پس بفرمایید فنردرونان. همچنین به جای واژه مهجور و منحوت میکروفون زین پس بفرمایید صدا باریکون یا صدا باریکه. واژگان گزیده این مقال صدا باریکون یا صدا باریکه به جای واژه مهجور و منحوت میکروفون، فنردرونان به جای واژه بیگانه مبلمان و فنردرون به جای واژه بیگانه مبل. رخسار بردار متلاش گاه صد اشاره می نماید که جنید نیک سیرت در انتظار ادب استادیو به پشت درب ایستاده و معطل است. پس اطاله نمی نماییم که گاه بیگاه نشود. درود و صد درود. قربان، استانداردی هم برای ساخت مبل وجود داره یا هر که هر مدلی دلش بخواد درست میکنه؟ البته استانداردی که مثلا تحت استاندارد باشه نه، و الان اگه خب استاندارد داشته باشیم ما، کسی هم نمیتونه مدل کسی دیگر رو بزنه. ترجمه یه بابای زحمت میکشه، مثلا عمری از این کار داره نون میبره، میاد یه دست مبلم در میاره، این یه دست مبل مثلا پخش میکنه، بلا فاصله تا این مثلا دو دستش فروخته میشه یه مقدار فروش پیدا میکنه، اینشو میزنن، اینشو کپی میزنن، از مسالش میزنن، اینه که مدل اون بابا رو هم خراب میکنن. اگر استاندارد داشته باشیم که این بحثش هست که انشالله با امید خدا کاری بتونیم بکنیم که قدیمی های این کار بیان حداقل یه بولتنی چاپ بکنن، این فن رو نذارن بمیره. جوانایی که الان میان توی این کار واقعا از نظر فنی به کار آگاه بشن. بله. نتیجتا کاری هم که از دستشون در میاد مطمئنا کاریه که در حد استاندارد خواهد. سوال آخر ما رو میدونین از همه میپرسین؟ همونی که مال ازدواج دختر اینا. بله، دختر به مبل فروش میدین؟ والله اگه مبل فروش هم نباشه مبل فروشش میکنیم، برای اینکه بله خدمت شما عرض کرد که من
شوهر خواهرام این کاره نبودن، الان جفتشون این کارن. یعنی جفتشون الان فروشنده مبلن. دامادمون حسابداره، حسابدار فروشگاه مبله. خدمت شما عرض می شود که باجناق خود من که شریک منه ایشون هم الان فروشنده مبلی. خلاصه بدون عزیزم، شما بخوای دختر ایشون رو بگیری فضا نوردم که باشی، باید شغلتو بذاری کنار بری مبل فروش بشی. این نگی نگفتی پسوردا. اینجا نوشته که همه قصه و ناراحتیت مال مبلای همسایتونه، یعنی اینشو بری بخری مشکلات زندگیت حل میشه؟ نه فکر نمیکن. اینم خریدی، با اتومبیل همسایت میخوای چیکار کنی؟ با استخر و جکوزی دختر خالت میخوای اونا رو چجوری میخوای تهیه کنی؟ پسرعمت هی داره میره مسافرت خارج، دیگه اونا رو میخوای چیکار کنی؟ حالا مبلم گیریم خریدی تونستی، اشکال اصلا اینا نیست، اشکال یه جا دیگه است. اولش کن، اصلا بحث چیز بیهوده ایه. آقا خیلی خوش آمدین، خیلی محبت کردین، تشکر دیم انشالله که سالهای سال. آقا یکی بیاد تو مغازه شما بگه من میخوام ازدواج کنم و بله. پولم ندارم میخوام مبل بخرم، چیکار میکنم؟ درست. البته خب چون که ما کوتاه جواب بدین چون وقت خواهش من. کارمون طوریه که میان همش برای جهیزیه است دیگه. بله. میان خب اگر واقعا دستبال تنگ باشه شرایطی براش میذاریم که راحت میدی. بتونه مجانی نمیدین؟ نه هیچ یه دستمال مجانی عمرن. بله بله. عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنون که تشریف آوردین، ان شاء الله که همیشه موفق باشین. وقت برنامه‌مون تموم شده، خیلی متشکرم از شما هم که تشریف داشتین تا الان. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم، خداحافظ.